در 22 ژانویه 2020 خانواده در چین از شهر ووهان به شهر گوانجو سفر می کنند. روز بعد برای صرف ناهار تصمیم می به رستوران برن. یکی از اعضای این خانواده به ویروس کووید 19 آلوده بوده. اما هنوز هیچ علائمی در این فرد رخ نداده. چند روز بعد در اعضای دیگر این خانواده نیز بیماری دیده میشه. چند روز بعد از اون هم خانواده ای که میز کناری اونها نشسته بودند علائم بیماری کووید 19 رو نشون میدن. همونطور خانواده ای که در این میز نشستن. محققین میگن که این فرد آغاز کننده چرخه بیماری در کل این ماجرا بوده. این در زمانی است که بعضیاشون حتی چهار متر از فرد بیمار فاصله داشتن. اما جالب اینجاست افرادی که در این میزها غذا میخوردن به هیچ عنوان مریض نشد. چرا؟ یک کولر دقیقا اینجا در حال انتقال هوا در این ردیف از رستوران بوده ویروس با جریان هوا در حال حرکت با مسیر رفت و برگشتی کولر قرار میگیره و به اعضای خانواده های دیگه منتقل میشه این داستان در مورد ویروس کرونا چیز مهمی رو به ما میآموزه که بیشترمون تازه داریم بهش پی میبریم قابلیت حرکت ویروس با جریان هوا الان شاید سوالات زیادی در ذهن من و شما باشه مثلا آیا رفتن به شمال امنه؟ رفتن به پارک و آیا با دویدن ممکنه مریض چیم؟ اگه فقط ام بودن یا ریسکی بودن رو در نظر بگیریم فقط یه راه برای اینکه به هیچ ای عنوان مریض نشیم باقی میمونه خونه بمون و هیچ تماس فیزیکی با دنیای اون بیرون نداشته باش. اما ماندن در خونه و قرنطینه به مدت طولانی برای همه ما قابل اجرا نیست. ما به غذا نیاز داریم و مهمتر از اون ما به پول نیاز داریم. بعضی وقتا هم دلمون یه پیاده روی میخواد. پس هدف ما برای مراقبت از خودمون و دیگران در مقابل کووید 19 از بین بردن کامل ریسک موجود نیست. تا میزان ممکن کاهش دادن اون ریسکه. اگر اینجا قرنطینه همیشگی باشه و اینجا مکانی باشه که دیگران رود سرفه میکنن تو باید تا میتونی خودت رو به این سمت نزدیک بکنی هر باری که ما نفس میکشیم مثلا زمانی که حرف میزنیم یا وقتی سرفه یا عطسه میکنیم قطراتی از آب از دهن ما خارج میشه بعضیاشون بزرگن و سنگین پس زودتر به زمین میرسن باقی ممکنه کوچیک و سبکتر باشن پس با جریان هوا به پرواز در میان و نکته جالب اینجاست که همین قطرات حامل ویروس هست. و با تبخیر شدن این قطره ویروس در هوا آزاد میشه و زمان قابل توجهی رو در هوا معلق میمونه. ما هنوز دقیقا نمیدونیم با چه مقدار ویروس بدن ما ممکنه به این بیماری مبتلا بشه اما میدونیم که ریسک مبتلا شدن رو میشه با کمتر در معرض ویروس بودن کاهش داد. سراح برای این کار وجود داره. اولی فاصله. دومت فاصله از هر فردی. دومی، مدت زمان. رویارویی با افراد برای یک ثانیه یا یک ساعت. کدوم؟ سومی، تهویه. آیا در فضای آزاد مشغول صحبت با فردی هستید که امواج هوا میکروبها ها رو پراکنده بکنید؟ یا در فضای بسته که میکروبها همونجا بمونند؟ تفاوت این که هوا در فضای بسته و فضای آزاد چگونه حرکت میکنه بسیار زیاده. فضای آزاد تأثیر زیادی روی خود ویروس داره. ویروس یه لایه مرتوب دورش داره که خیلی چیزا روی اون تأثیر میذارن. مثلا نور خورشید به اون برخورد میکنه. باد و بارون روش تأثیر میذاره. و رطوبت هم روش تأثیر گذاره. و همه اینا میتونن دست به دست هم بدن تا این لایه مرتوب رو بشکنن و ویروس رو نابود کنن. تحقیقاتی در چین انجام شد که 318 توقیان ویروس کرونا رو بررسی میکنه. فقط یکی از اونها فردی بود که در محیط آزاد به ویروس کووید 19 مبتلا شد. در فضای آزاد بودن ریسک مبتلا شدن رو پایین میاره. اما رفت آمده با دیگران در این فضا ریسک رو بالا میبره. اگر با یک دوست در فاصله نزدیک در حال صحبتی ریسک مبتلا شدنت بالا میره و مدت زمان صحبتتون رابطه مستقیمی با افزایش و کاهش این ریسک داره. طبیعتا هرچی مدت زمان بیشتری رو در حال مکالمه با این دوست باشی ریسک انتقال ویروس بیشتر و بیشتر میشه. اما اگر هر دوی شما ماسک به صورتتون داشته باشید میتونید جلوی پرتاب قطرات حاوی ویروس رو بگیرید. پس ریسک ابتلا کاهش چشمگیری خواهد داشت. خرید کردن از بازارهایی در فضای آزاد ریسک بسیار کمتری نسبت به بازارهای سرپوشیده داره اما شما میتونید ریسک ابتلا رو با سریع خرید کردن و خارج شدن از اونجا کاهش بدید. رفتن به ساحل یا پارک لزوما خطرناک یا امن نیست. ریسک ابتلا میتونه بالا و یا پایین بره که این بستگی به رفتار ما و افراد دیگر در یک جامعه داره یعنی همه ما مسئولیت داریم جوری رفتار کنیم تا ریسک ابتلا رو برای دیگران پایین بیاریم تغییر رفتار من و تو در محیط نمیتونه ریسک مبتلا شدنمون رو به صفر برسونه اما میتونه اون ریسک رو تا اندازه پایین بیاره که یکم راحت تر نفس بکشیم خب به انتهای این ویدیو رسیدیم من ویدیوهای دیگه ای دارم که میتونی ازشون لذت ببری. پس دکمه سابسکرایب رو لمس کن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن.